نهایی شدن سند همکاری های راهبردی افغانستان و آمریکا و متهم شدن دو وزیر ارشد حکومت به اختلاس $10 میلیون. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم ثور سال 1391 خورشیدی برابر است با 22 اپریل سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. متن سند همکاری های راهبردی افغانستان با آمریکا نهایی شده است. یک مقام ریاست جمهوری به تلویزیون یک میگوید که متن نهایی این سند از سوی رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی و رایان کراکر سفیر آمریکا در افغانستان امضا شده است. با گفته این مقام این پیمان پیش از نشست شیکاگو امضا می شود. پس از ماها جنجال و کشمکش سرانجام متن سند همکاری های راهبردی میان افغانستان و آمریکا نهایی و برای امضا آماده شده است. یک منبع ریاست جمهوری میگوید این سند پیش از نشست شیکاگو میان رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان امضا خواهد شد. گفته می شود متن این سند به روز یکشنبه توسط سفیر آمریکا در افغانستان و دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیتی رئیس جمهور کرزی ترتیب و نهایی شده است. در همین حال سفارت آمریکا در اعلامیه در این مورد چنین میگوید: امروز 22 اپریل امریکا و افغانستان یک قدم بزرگ دیگر به سوی اهداف که همانا تأمین ثبات، امنیت، استقلال افغانستان و تقویت همکاری متداوم کشورهای خارجی با دولت افغانستان است برداشتند. متن سند همکاری های راهبردی میان افغانستان و امریکا در حال نهایی شده است که برخی از کشورهای همسایه با امضای این پیمان مخالف بوده و بر بنیاد گزارش ها تلاش دارند تا از امضای آن جلوگیری کنند. یک مقام ارشد اداره عالی مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را به اختلاس $70 میلیون متهم میکند. این مقام همچنان عامل ناپدید شدن $24 میلیون در گمرکات را ناتوانایی حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه میداند. در همین حال عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هرچند نام وزیران متهم به فساد اداری را فاش نمیکند، اما یک بار دیگر از دادن رأی اعتماد به وزیران متهم به فساد اداری انتقاد میکند. ظاهر بهان گزارش میدهد. عزیز الالودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در گفتگو با تلویزیون یک بار دیگر تاکید میکند که در مورد نامزد وزیران متهم به فساد اداری به مجلس نمایندگان پیش از رأی اعتماد به آنها در مکتوب معلومات داده بود، اما اعضای مجلس به این موضوع بی‌اعتنایی کردند و برای وزیران متهم به فساد مالی نیز رأی اعتماد دادند. باز یک دفعه دیگه در کمیسیون عدلی و قضایی دعوت کردند. دفعه دوم بازم کمیسیونه در مجله که ما چاپ کردم بر شما دادیم در همو بازم این مسئله داخل است، یعنی ایتو نیست. سنا مرا دعوت کردند در کمیسیون عدل قضایی، یا کی بود که آقای محترم سناتوس مسلس بخلم در راستش یک چی، ما همو دوسیه را همونجا برشان دادم که $100 میلیون دوسیه است سرزیغه رو کنیم. ایتو نیست که در یک مرجع یک دفعه داده باشم. اما یک مقام این نهاد می گوید که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب به اختلاس $70 میلیون متهم بوده و وزیر مالیه حضرت عمر زاخلوال را متهم به ناتوانی کرده و می گوید ضعف او سبب شده تا $24 میلیون در برخی از گمرکات اختلاس شود. محمد اسماعیل خان متهم به اختلاس $70 میلیون است و همچنان حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه متهم به ناتوانی در جلوگیری از فساد اداری و ناپدید شدن $24 میلیون از برخی از گمرک های کشور است. آنها نباید از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می گرفتند. در همین حال سکرتر اجرایی رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید 5 روز پیش از برنامه رای گیری به نامزد وزیران مکتوب را به مجلس نمایندگان فرستاده بودند و در آن نام های وزیران متهم به فساد اداری به اعضای مجلس گفته شده بود، اما مجلس نمایندگان این گفته های اداره عالی مبارزه با فساد اداری را نمی پذیرد. کم مکاتب چه مکت ندیر رسیدلی کتبن آغا مکاتب زمک سره نشته دی. زموږ کمیسیون ته دغه مکتوب نه دی راغلی، مګم هغه د ایدالو رئیس خپله وایي مخپله په لاس ورکړی کاملا زموږ سره دا رقم مکتوب نشته دی فعلا. در همین حال یکی از اعضای هیئت اداری مجلس نمایندگان رئیس جمهور کرزی را در این موضوع دخیل دانسته و از او می خواهد تا از چنین اتهامات بر مجلس نمایندگان خودداری کند. وقتی که آقای لودین همچه اسناد را مبنی بر اتهامیت یکی از نامزد وزرا
با آقای کرزی ارائه میکنه، ولی آقای کرزی باز هم این به عنوان نامزد وزیر به پارلمان معرفی میکنه. مطمئنا که آقای کرزی در این مسئله سهم داره و سهیم است. در این مورد خواستم تا نظر اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را نیز داشته باشیم، اما با وصف تلاش های زیاد که 3 روز را در بر گرفت نتونستیم تا نظر اسماعیل خان را در این مورد داشته باشیم. از سوی هم اداره عالی مبارزه با فساد اداری حضرت مرزا خیلوال وزیر مالیه را در جلوگیری از فساد در گمرک های کشور متهم به ناتوانی کرده و می گوید که نباید چنین وزیران از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می گرفتند. مردم قبول می کنند که به گمرکات گپی نیست؟ این روز هزارها موتر که می اتیر می شه قبول می کنند؟ در می مقابل از این باز وزیر مالی گفت هیچ گپ نیست. حال مردم مرا قبول کنن، وایات گرفته او رو قبول کنن، یا مثلا رئیس کنترل تفتیش قبول کنن یا وزیر مالیه را. اما وزیر مالیه میگوید که برخی از حلقات تلاش دارند تا این وزارت را بدنام سازند. هر سو که اعتراض لری خصوصا نیمگرتی و وزارت مالیه که لری اگر در اسناد و پاساس بین روران دیگه مون متحد تغییر تیو، مگر په افواهاتو باندې کې وی او یو شی که په وازو باندې وی، په وازو باندې په افغانستان کې هر څوک هر نو خبر له هر چا پوښتنه کوي او د هر ادارې پوښتنه کوي. دغه موږ نشو کولای تعقیب وکړو. پیش از این چندین وزیر دیگر به فساد اداری متهم شدند، اما حکومت تا اکنون هیچ یک از این وزیران را به دادگاه نکشانده است. باشندگان شهر کابل از آزادی هراس افغانان از زندانهای کشور سخت نگرانند. با تازگی ریاست عمومی امنیت ملی 5 تن به شمول 3 شهروند پاکستان را به اتهام انتقال 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری بازداشت کرده است. با گفته مقامهای ریاست عمومی امنیت ملی همین افراد در گذشته نیز به همین اتهام بازداشت شده بودند. ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته از به دست آوردن 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری خبر داد که از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که در پیوند به این معمول بزرگ مواد انفجاری 5 تن بازداشت شدند که به گفته این ریاست 3 تن از آنها شهروندان پاکستانی می باشند که پیش از این نیز به اتهام فعالیت های هراس افغانی بازداشت شده بودند. اما اداره امنیت ملی در مورد اینکه این افراد چگونه رها شده بودند چیزی نمی گوید. قابل تذکر است که افراد فوق یک مرتبه قبل نیز در این موتر دستگیر شده و به هزارها کیلوگرم مواد انفجاری را تحت پوشش بوری های سمنت به کابل انتقال داده بودند. در امینال باشندگان کابل از آزادی زندانیانی که به اتهام فعالیت های هراس افغانی بازداشت شدند سخت انتقاد میکنند. به گفته مردم، آزادی هراس افغانان از زندانهای کشور بر روی نیروهای امنیتی که در برابر هراس افغانان میجنگند تاثیر منفی دارد. با دار آویزانشان کنند که تا مردم های دیگر فهمی هر کس که باشه از او پند بگیره. از دولت ما این خواهش داریم باید مجازات شوند، حتما و ضروری، و دیگر را باید از پند بگیرند. در امینالاگان سیاسی باور دارند بیشتر هراس افغانانی که توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت می شوند دوباره به وسیله حکومت به هدف به دست آوردن رضایت مخالفان مسئله دولت در گفتگوهای صلح آزاد می شوند. امتیازهایی است که پشت پرده داده می شه فقط کمک به خشونت است، کمک به تروریسم است، کمک به بنیادگرایی است در داخل از این کشور که هیچ وقت مجاز نیست، این هم خلاف قانون است. در شرایط کنونی ضرورت به این است که بعد مجرم باید به مجازات خود برسد. با وجود تلاش‌های زیاد خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری، دادگاه عالی و لوی سارنولی را در پیوند با آزادی هراس افغانان از زندان‌های کشور داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هیئت کنگره آمریکا و جبهه ملی در اعلامیه مشترک بر ایجاد نظام پارلمانی در کشور تاکید کرده و خواستار تغییر نظام ریاست جمهوری در کشور شدند. آنان میگویند تا زمانی که ساختار نظام سیاسی در افغانستان تغییر نکند ممکن نیست تا کشور از بحران کنونی نجات یابد. هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا که به کابل آمده است در یک نشست خبری مشترک با سران جبهه ملی از روند مصالحه در افغانستان استقبال کرده و گفتند که عدالت را نباید قربانی صلح کرد. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی میگوید دو طرف معتقدند که نظام پارلمانی بهترین بدیل برای رهایی از بنبست کنونی است. جبهه ملی افغانستان و هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا بر اصلاحات عمیق ساختاری در نظام سیاسی افغانستان پیش از تکمیل فرایند خروج تاکید میکند. دو جانب معتقد است که فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت حاکم بر نظام سیاسی افغانستان ریشه در ساختار بسته ریاستی کنونی دارد.
جبهه ملی افغانستان و من از هر گونه تلاش برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان استقبال میکنیم. ما تأکید داریم که تمام جناح‌ها و جوامع باید در روند صلح اشتراک کنند. اما احترام به حقوق تمام جوامع و انکار از بنیادگرایی و خشونت باید در این روند شامل باشد. در همین حال جنرال عبدالرشید دوستم میگوید در صورتی که ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی سلاح‌های خود را به زمین بگذارند از آنها استقبال خواهند کرد و در غیر آن مردم افغانستان توان دفاع از افغانستان را دارند. ما یک تعداد شخصیت هایی که در برابر طالبا هجوم طالبا مقاومت میکرد و نام بگیریم نگیریم همگی مردم افغانستان میپامه او به این مغرور نباشن اینا را از بین بردیم دیگه مقاومت تمام شد. ما بر مردم افغانستان بر شما اطمینان میتیم اگر جنگ ادامه بده این جوانای افغانستان مردم افغانستان در برابر دنیا مقاومت خود ادامه میتن. این همه در حالی است که رئیس جمهور کرزی پیش از این تأکید کرده است که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک سال پیش از زمان معین آن گفتگوهایی را با مقامهای دولتی و شخصیت‌های سیاسی آغاز کرده است. پاکستان باید ملا عمر و رهبران شبکه حقانی را بازداشت و به افغانستان برگرداند. برخی از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب میگویند که در این مورد باید امریکا و حکومت افغانستان به گونه جدی از پاکستان بخواهند تا این افراد را بازداشت و به کشور برگردانند. با باور آنان تا زمانی که این کار صورت نگیرد ممکن نیست تا امنیت در افغانستان تامین شود. پس از انجام حملات زنجیره‌ای شبکه حقانی در کابل و چند شهر دیگر کشور، شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که باید حکومت افغانستان با همکاری آمریکا در گرفتاری ملا عمر سراج الدین حقانی و دیگر فرماندهان شورشی که هم اکنون در خاک پاکستان هستند اقدام جدی کنند. دولت افغانستان ملا عمر و مولوی جلال‌الدین حقانی یا گروه حقانی فرزندانش از دولت پاکستان بخواهد محل اقامتشان معلوم است، مخفیگاهشان معلوم است، باشگاه و تربیتگاهشان معلوم است، اینها باید خواسته شود و در افغانستان مطابق قوانین افغانستان محاکمه شود. چن نه تنها د غوښتنه وکي دی افغانستان ولس یو نړیوال ټولنې نیغاګو کې ورنو غړي چې دغه جګړه د طالب نه ده د جګړه د پاکستان دی افغانستان سره تر اوسه پورې دی افغانستان حکومت متاسفانه کوم ویر چې په وطن کې روان دی موږ خلک هر ورځ په وینو کې لمبيږي دی دوی نه څه دفاع نه کړي دی دوی خانمایندګي نه کړي. شبکه حقانی و شورای کویته به رهبری ملا عمر به انجام حملات هراس افغانی و انتحاری در افغانستان متهمند. در همین حال برخی از اعضای دیگر مجلس از خاموشی شورای علما در برابر حملات هراس افغانان سخت انتقاد میکنند. اینا در بانگان یک کتله بزرگ و تمام حلیت حرمت مسائل دینی را برباده دارند. آیا بالاتر از دختاندن خون انسان مسلمان که تکه تکه شدن فرزندان این سرزمین چرا اظهار نظر نمیدونند؟ اینجا ما متاسفانه به این نتیجه میرسیم. قبلا هم عرض کردم به عنوان یک نفر طلبه، امروز هم عرض میکنم که شورای علما خود را دست پاک سیاست جور نکنه، با حفظ حرمتی که دارم اینا اظهار نظر بکنم. هرچند همواره افغانستان و آمریکا بر موجودیت رهبران مخالفان مسلح در پاکستان تاکید کرده اند، اما تا هنوز درخواستی به گونه رسمی به پاکستان ارائه نشده تا ملا عمر و دیگر فرماندهان طالبان به افغانستان تسلیم داده شوند. سیلاب ها بر اثر بارندگی ها در سه روز گذشته در 14 ولایت دست کم 40 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که این سیلاب ها به 12,000 خانواده در سراسر کشور نیز آسیب رسانده است. اول حمل تقریبا تا آخر حمل ما صرفا 22 نفر تلفات در سیلاب ها داریم و در اونجا 1,200 فامیل هیچ خسارمند شده بود، در حالی که اگر با حال ما مقایسهش کنیم یعنی این تلفات سه روز در حقیقت بیشتر از تلفات یک ماه حمل است. اعضای بدن بیماران افغانستان در برخ از درمانگاه های هندوستان دزدیده می شوند. شمار از بیماران می گویند که آنان برای درمان به هند رفتند، اما گرده هایشان در هند دزدیده شده است و دوباره معیوب برگشتند. مرکز صرف گرده تکلیف نداره، یک سنگ از قسمت گرده پایین تر است، او را خودشان نشان هم دادن که این قسمت سنگ است، ما این سنگ توسط ماشین میکشیم. مزار رفتم یک چک اون میکردم، گفتم باش که ما بیریم که کدام تکلیف دیگه بر ما پیدا نشود. در اوچه چک کردم یک وقتی گفتن که
کرده شما نیست.